وزیرها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتوانند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری در روز پنجشنبه 14 دسامبر در خدمت شما با ادامه مباحث مطروحه در جلسات گذشته پیرامون سیاستمدار حرفه‌ای و تفننی و ویژگی صلاحیت، توانایی و شایستگی در خدمت شما هستیم. بحث نوبت پیشین به اینجا رسید که ادعای تاماس پین در مورد این که اساساً نظام‌های پادشاهی بر اساس قرارداد اجتماعی نیستند، بلکه خواستگاه اونها، زمینه اونها خشونت، زور و غلبه هست رو مورد بررسی قرار دادیم. امروز هم به این مبحث ادامه خواهیم داد و به یک پرسش بسیار مهم سعی می‌کنیم پاسخ بدیم. ابتدا عرض کنم قصد از این مباحث در واقع مسلح شدن مردم به سلاح منطقه، یعنی جایی که ما در طول این سالها سعی کردیم مردم رو در برابر ادعای روحانیون، آخوندها و اسلامگرایان مسلح به سلاح منطق بکنیم، به نحوی که اگر آنها مدعی شدند که در گفتمان اونها، در ایدئولوژی و باور اونها نقاطی وجود داره که میتونن از اون دفاع بکنند، مردم ما هم اونها رو به پرسش بگیرن، به آن چیزی که اونها بدیهی فرض میکنن شک بکنن و به نوعی از سلطه اندیشه های دینی که مبتنی بر عقلانیت نیست، مبتنی بر حقوق بشر نیست، مبتنی بر یک نگاه مدرن نیست بیرون بیان. به همین دلیل بسیار اهمیت داره کار بر روی ذهن مردم برای اینکه در برابر آرا و عقاید و افکاری که میتواند اونها رو ایستا بکنه، به عقب ببره و مواردی مربوط به سلطه اونها هست رو محقق بکنه، مورد بازشناسی قرار بگیره. بنابراین نقد ما در حوزه سیاست، دیانت و جنبه‌های مختلف اجتماعی از این منظره، مسلح کردن مردم به سلاح منطق و استدلال که چیزی رو متعبدانه نپذیرند، برای هر چیز دلیل بخواد. انسان مدرن انسانی است که در برابر هر ادعا سوال میپرسه که چرا، چگونه، به چه دلیل. و اگر کسی بتونه به این پرسش ها به شکل منطقی پاسخ بده، توانسته دیدگاه خودش رو مدلل بکنه، مستند بکنه، و اگر نه، اخلاق و انسانیت و عقلانیت حکم میکنه که ما اون مطالب رو نپذیریم تا زمانی که بشه از اون دفاع کرد. در نوبت پیشین عرض کردیم دیوید هیوم همانند تاماس پین معتقد هست که بله، پایه به قدرت رسیدن نظام‌های پادشاهی غلبه و زوره. ما به تاریخ خودمون هم اگر نگاه بکنیم میبینیم که همینطور بوده، یعنی سلسله ای پس از سلسله دیگر آمده، نه به دلیل اینکه با مردم قرارداد اجتماعی منعقد کرده و مردم از او دعوت کردن که بیاید، نه، کسی بوده از ضعف حکومت مرکزی استفاده کرده، با قبیله خودش، با ایل خودش، با نیروهای متحد خودش با غلبه و زور حکومت رو برانداخته و جای او نشسته. امروز به یه بحث دیگری خواهیم پرداخت، با آن این که خب ما میبینیم بسیاری از نظامهای پادشاهی، حتی امپراتوریها یا اساساً نظامهای استبدادی که ما عرض کردیم بعضاً با مردم همدلی هم ندارن، یعنی نوع نگاه اونها مبتنی بر همان سیستم ارباب بردگی است، اما تمدن ساز بودن. ما وقتی به تاریخمون نگاه میکنیم خب میبینیم سلسله های پادشاهی که توانستن تمدن های بزرگی بسازن، اصلا
مربوط به تجربه اجتماعی سیاسی ما هم نیست، در کشورهای دیگر هم همینه. شما در مصر هم نگاه کنید همینه، در امپراتوری های روم هم نگاه کنید همینه، در چین، در کشورهای دیگر. خب به این پرسش چطور میشه جواب داد؟ نظام های استبدادی که توانستن تمدن بسازن. امروز به این مسئله در واقع میپردازیم چون بسیار اهمیت داره. مسئله اساسی بر سر اینه که یک پرسشی رو یکی از این افرادی که خب مدعی بود که دموکراسی کلیشه های مبتذل هست و اینها مطرح کرده بود، من کلیپش هم دیدم، فیلمشون بود، و ایشون اشاره میکرد که پادشاه به فکر مملکته اما رئیس جمهور به فکر انتخابات. امروز به این مغالطه پاسخ خواهیم داد تا ببینیم این سخن تا چه اندازه مستند هست. قبل از این که من وارد بحث بشم، به عنوان مقدمه نیاز هست به نکته اشاره بکنیم و آن همپوشانی است. همپوشانی که ذهن ما رو به خطا میبره. در نوبت پیشین مثالی رو عرض کردیم، امروز از همون منظر وارد میشیم تا به یکی از ایدئولوگ ها یا نظریه پردازان پادشاهی خواه فارسی زبان که در همین محیط هم مطالبی رو اشاره میکنه در مورد مسائل پادشاهی پاسخ بدیم. اگر هر کدام از این عزیزان تمایل داشتن میشه رو در رو هم گفتگو کرد. سیاست همپوشانی آن چیزیست که من در گذشته عرض کردم، یعنی جایی که من ارباب به برده خودم غذایی میدم، لباسی میپوشونم، حتی به نوعی به او کمک میکنم که ازدواج بکنه، صاحب فرزند بشه. آیا این به این دلیله که من برده خودم رو دوست دارم یا به این دلیله که برای کار خودم هست که در اولویت قرار داره به برده کمک میکنم؟ یعنی چه؟ یعنی من دوست دارم این برده زنده بمونه، برام کار بکنه. خب برای اینکه زنده بمونه و قدرت داشته باشه که کار بکنه باید به او غذا بدم. این میخوام دارایی من افزایش پیدا بکنه. خب طبیعیه موافق ازدواج برده خودم با کسی دیگری باشم. چرا؟ چون فرزند برده هم برده است. عرض کردم مثل احشام و حیوانات مختلفی که شما میبینید، وقتی صاحب فرزند میشن، زاد و ولد میکنن، خب اون بره هم مربوط به صاحب اون گوسفندانه. اون ناراحت نمیشه از اینکه یک برهی به دنیا آمده و بگه نه خیر، الان خزینم بالا رفت، مجبورم به او هم غذا بدم. نه، چون میدونه او هر چقدر غذا هم بخوره، گوشت او، پشم او، هر چیزی که از او به جا میمونه برای او هست. بنابراین او برای گوسفند خودش دل نسوزانده، بلکه دادن غذا به گوسفند یا حفظ او از چنگال گرگ برای اینه که او مال اوست، در ملکیت اوست. پس اگر از گوسفندان خودم حراست میکنم به این دلیل نیست که من اونا رو دوست دارم، به این دلیل هستش که خودم رو در درجه اول دوست دارم، میخوام مال من حفظ بشه. اما یک نفعی هم اون گوسفند میبره، یک نفعی هم اون برده میبره. در جهان اسلام ایدئولوگ های مسلمان سعی میکنن با خطای ذهن در ذهن مخاطب نظام بردهداری که یک نظامی غیر اخلاقی و غیر انسانیست رو موجه نشان بدن، بگن ببینید در اسلام سفارش شده که با بردگان مهربانی بکنید، بردگان رو دوست داشته باشید، به اونها محبت بکنید، از غذای خودتون به اونها بدید، از لباس خودتون به اونها بدید. ذهن ما منحرف میشه به این که خب ظاهرا بردگی هم چیز بدی نیست، خب برده راحت اونجا کار پیدا کرده، زندگی کرده. ما یادمون میره که اون سیستم بردهداری غیر اخلاقی است. یعنی ما آزادی برده رو ازش گرفتیم. این برده در حالت آزادی خودش هم میتونست ازدواج بکنه، میتونست شغلی پیدا بکنه، میتونست کاری انجام بده. بنابراین ما دچار خطای ذهن میشیم. یه عنوان مثال دیگری عرض کنم.
مرز کنید سلیمانی امیری یک انسان ثروتمندی است، برای کسب سود بیشتر خب نیاز داره کارخونه هاش رو تبدیل کنه به چند کارخانه، دفاتر و نمایندگی های فروش رو در شهرهای مختلف ایجاد میکنه، سطح تولیدات خودش رو بالا ببره. خب برای این کار چه باید بکنه؟ او که خودش به تنها تن خودش که نمیتونه این کارا رو بکنه، بنابراین نیاز داره تولیداتش رو افزایش بده و برای افزایش تولیدات باید کارگر استخدام کنه و برای اینکه کارگران رو بتونه مجاب کنه باید حقوق بیشتری به اونها بده، پاداش های بیشتری به اونها بده که اونها هم بیشتر کار بکنن، بیشتر دل بسوزانه، مهندسینی رو استخدام کنه وقتی این کالا تولید شد ارسال کنه به نمایندگی های خودش در سراسر کشور، اونا هم باید برن مشتری جمع کنن و مشتریان خوش برخورد باشن، کالای خوبی ارائه کنن، خدمات بهتری ارائه کنن. خود سلیمانی که نمیتونه بره در هر شهری، مجبوره که این دفاتر نمایندگی و کارگران رو افزایش بده. یکی از سلیمانی سوال میکنه، میگه سلیمانی کار چیه؟ میگم آقا من در خدمت مردمم. نگاه کنی 50 تا کارخونه ساختم، 500 تا نمایندگی دارم، سطح تولیدات من فلانه، این همه کارگر رو مشغول به کار کردم. و یک انسان دیگر میگه به به چه انسان خیری، چقدر خیر کرده. این درسته، اما مسئله اصلی این است که علت اصلی منافع شخص خودم بوده. اگر من به مردم هم کار دادم به خاطر اینکه برای اینکه به سودم برسم نیاز داشتم که کارگر بیشتری استخدام کنم. اگر من به تنها تن خودم میتوانستم همه اون کارها رو انجام بدم که کارگر استخدام نمیکرد، میگفتم پولشم میمونه تو جیب خودم. مگر انسانی که اون طرف داستان هست به این مسئله توجه نکنه ذهنش بر خطا خواهد رفت. اونجا باید برگرده بگه سلیمانی تو مجبور بودی کارگران بیشتری استخدام کنی، چون اونها هم کار میکنن در ازای دستمزدشون پول میگیرن و تو هم سودشو میبری، یعنی سیاست تو و کارگر همپوشانی داره. زمانی تو خیری که از پول خودت بدون منت و باز بخش، یعنی دوباره به من برگرده این پول رو بدی، اون وقت میفهمیم که شما به فکر منافع خودت نبودی، به فکر مردم بودی. مثلا فرض کنی بیمارستانی ساختی بدون اینکه هیچ کدوم از این عوایدت به تو برگرد، اون وقت میتونیم بفهمیم بله تو به مردم اهمیت دادی. و اگر 50 تا کارخانه ساختی درآمدشو میگیری، اینکه برای مردم نبوده، در درجه اول برای خودت بود. اما از قبل اون هم به کارگران پول دادی، در اینجا همپوشانی رخ میده، یعنی جایی که درآمد بیشتر من موقوف است به درآمد بیشتر کارگر و کارمند و استخدام اونها. ما خطای ذهن در کجاست؟ خطای ذهن اونجاست که من برگردم بگم من این کارا رو برای مردم انجام دادم، یعنی بار ارزشی بدم به خودم که من برای جیب خودم نکردم، این کارخونه ها رو ساختم که مردم برن سر کار. مسئله بسیار مهمی. چرا؟ چون در ادامه عرض خواهم کرد وقتی زمانی که از آقای منکل اولسون در بحث این تمدن سازی های استبداد خواهم آورد، اونجا برای ما مشخص میشه که داستان در کجاست که ما دقت نمی کنیم. پس این سیاست همپوشانی ها بسیار اهمیت داره. حالا کجا مشخص میشه این همپوشانی کنار بره؟ جایی که میان منافع من و کارگر تضاد رخ بده، یعنی فرض کنید کارگران میگن آقا حقوق ما کمه، حقوق ما رو افزایش، و من اونجا به جایی که حقوق کارگران رو افزایش بدم اخراجشون بکنم. خب اینجا سوال پیش میاد، مگه سلیمانی تو نگفتیم برای کارگران این کارخونه رو ایجاد کردی؟ خب درآمدت که از مثلا 100 تومان، چرا حقوق کارگران رو بیشتر نمی کنید؟ شما که تا اگر حقوقش هم افزایش بدی با دخلت با درآمدت میخونه،
پس اونجا مشخصه که دنبال سود بیشتری که حاضر نیستی به کارگرانت بیشتر بدی و بعد کارگران رو اخراج میکنی. این اخراج کردن کارگران نشان میده که سلیمانی تمام ادعاش دروغ بوده، مبنی برای این که من کارخانه ساختم برای مردم، برای کارگران. چرا؟ چون اونجا که سیاستش برای جیب خودش هست میبینی کارگر رو اخراج میکنی. در مورد ارباب و برده هم همینه، یعنی ارباب و برده سیاست میان اونها تا جاییست که به ارباب خلل وارد نشه. اگه بردهی بگه نه خیر آقا من از این بعد نمیخوام برای شما کار کنم، ارباب نمیگه که خب بله این حق توه، آزادی، میتونی بری. میگه نه خیر، تو برده منی، مال منی، ملک منی. و اونجا مشخص میشه که اون غذاهایی که به این برده میداده یا لباسهایی که به این برده میپوشانده برای لطف نیست، برای رضای خدا در نظر این مسلمانان نبوده، برای جیب خودش بوده. همین دلیله که سیاست‌های همپوشانی رو زمانی ما متوجه خطای ذهنمون میشیم که ببینیم این دو ادعا آیا زمانی که در برابر هم در تضاد و تضاهم قرار میگیرن میتونه اون رو حمایت بکنه؟ یعنی واقعا من به فکر کارگران بودم؟ ارباب به فکر بردگان بوده؟ یا اینکه نه اول به فکر خودش بوده؟ چرا این مسئله مهمه؟ به خاطر اینکه گاهی سیستم ها و نظام های استبدادی در جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منافع اونها با منافع مردم همپوشانی داره. یعنی گاهی استبداد برای حفظ و بقا و دوام خودش به مردم نیاز داره، مجبور یه جایی باج بده به مردم چون نمیتونه همه مردم رو بکشه. عرض کردیم در گذشته نمیشه همه مردم رو همیشه ناراضی نگه داشت، چون فردا اگر جنگی شد من به همین مردم نیاز دارم. آیمنسر اولسون سعی میکنه به ما از یک جنبه دیگری مسئله رو روشن کن. خب بس بر سر اینی که آیمنسر اولسون یک تقریبا مقاله است، یک رساله است با نام استبداد، مردم سالاری و توسعه. ایشون اشاره میکنه که من در زمان دانشجویی روزی کتابی از آقای ادوارد بانفیلد میخواندم. آقای بانفیلد یکی از کسانی بود از مردان سیاسی رؤسای جمهوری خواه امریکا که به هر حال به عنوان مشاور، به عنوان شخصی که در حوزه سیاست نظر میداد در کنار اونها بود. ایشان به ایتالیا میره، در جنوب ایتالیا، و زندگی مردم اونجا رو نگاه میکنه. یک کتابی در حدود سال 1958-60 مینویسه با عنوان بنیانهای اخلاقی جامعه عقب مانده. در این روستاها به یک روستایی برمیخوره. اون روستایی استدلال میکنه که نظام پادشاهی بهتر از نظام جمهوری است. وای بانفیلد میگه خب چرا، دلیلش چیه؟ میگه به خاطر اینکه پادشاه مثل مالک خونه میمونه، اگر مالک خانه ای هم سعی میکنه خونه خودش رو مرتب کنه، منظم کنه، اگه جای خسارتی داره بهش میرسه بلافاصله جلوش رو بگیره، دخالت میکنه در امور، نسبت به خانه بی تفاوت نیست. اما رئیس جمهور اینطوری نیست، چون اومده یه 4 سال 5 سال میخواد بمونه و بره. بنابراین وجود یک پادشاه مداخله گر، یعنی کسی که بخواد کارون هم رو سریس کنه، چون مالکه دیگه، مالک یعنی کسی که مداخله میکنه، اگر نه پادشاه مشروطی که کنار بشینه که نمیتونه دخالت بکنه در کار. بنابراین فرض اون روستایی پادشاه مداخله گره، پادشاهی که به فکر کشور. همین دلیل چون اون نگاه مالکانه داره به همون اندازه هم دلسوزه.
اما رئیس جمهور چون میاد و میره به شکلی یک آدم مستأجر میمونه، خب طبیعیه نیاز نیست خونه رو تعمیر کنه، میگه خرابم شد شد به من چه بود. آقای مرسر اولسون میگه من این کتاب رو وقتی در دوره دانشجویی خوندم استدلال اون شخص روستایی برام جالب آمد، ما امروز میخوام بهش جواب بدم. در واقع در اون رساله آقای مرسر اولسون میخواد به این مسئله پاسخ بده. دقیقا همون استدلال آن روستایی ایتالیایی رو عرض کردم، یکی از همین کارشناسان پادشاهی خواهم امروز به کار بود که پادشاه به فکر کشوره، رئیس جمهور به فکر انتخابات بعدیست. حالا جنبه مغالطاتیش رو ما میخوام امروز مشخص کنم. اول این مسئله که آقای مستر اولسون اشاره میکنه، میگه اول در هر نظامی همیشه صلح، نظم و امنیت مهمه. یعنی چه پادشاه باشه چه رئیس جمهور، هدفشونه که یک کشوری رو در صلح و ثبات و امنیت بسازه. اما مسئله بر سر اینه که البته این نکته هم هابز و دیگران هم گفتن، یعنی دفاع اونها از پادشاهی های مطلقه برای اینه که امنیت و ثبات و مسائلی از این دست راحت تر حفظ میشه. اما نکته هست این که آیا اولسون سعی میکنه ریشه این مسئله رو نشان بده. خب ایشون چی میگه؟ ایشون میگه شما فرض کنید برید به سراغ جوامع اولیه و ابتدایی برای که ریشه یک پدیده ای رو متوجه بشیم، باید برگردیم به اون بنیانها. یعنی نمیشه این کتاب رو از میانه خواند، کاری که خیلی انجام میدن. باید برگردیم به ریشه ها، ببینیم اون ریشهش کجا بوده که این سنگ بنا کج نهاده شده و داره ادامه پیدا میکنه. دقیقا آیا اولسون هم همانند تاماس پین و دیوید هیوم و دیگران استدلالش بر سر اینه، میگه جوامع اولیه جوامعی هستن که در اونها غارت و خشونت اساس کاره. یعنی یه قبیله اگه زور داشت حمله میکرد به قبیله دیگری که حالا اون قبیله ممکنه دامدار باشه، کشاورز باشه، که از محصولاتش استفاده بکنه. و در میان قبایل دائما این جنگ ها و نزاع ها وجود داشت. میگه به مرور زمان این راهزنان و غارتگران احساس کردن که خب ما امروز رفتیم قبیله الف رو مورد غارت قرار دادیم. دو مشکل پیش میاد. مشکل اول این که وقتی ما برمیگردیم به سرحدات خودمون ممکنه یه قبیله دیگری دوباره به این قبیله حمله کنه و هرچه اموال اون قبیله داره بگیره و بره، و زمانی که ما حمله میکنیم دیگه چیزی گیرمون نیاد، چون قبل از ما چند روز قبل از ما قبیله دیگری حمله کرده، هرچه اینها داشتن گرفته و رفت، بنابراین سر ما بی کلاه میمونه به اصطلاح، چیزی گیر ما نمیاد. و ممکنه این سیکل هر دقیقه تکرار بشه، یعنی دوباره ما رفتیم ماه دیگه حمله میکنیم، باز میبینیم قبل از ما قبیله دیگری آمده و تمام اموال این مردم رو برداشته و برده. پس چه بکنیم؟ آقای منسر اولسون میگه که برای اینکه اطمینان خاطر داشته باشیم که این مال قبیله محفوظه و ما میتونیم غارتش بکنیم، نیاز هستش که اینها رو زیر دید خودمون قرار بدیم، زیر پوشش خودمون قرار بدیم، وگرنه هر بار ممکنه قبیله دیگری بیاد اینها رو بگیره ببره و زمانی که ما حمله میکنیم چیزی گیرمون نیاد. این یه دیدگاه. دیدگاه دوم این که آقای اولسون به درستی اشاره میکنه، میگه زمانی که این راهزنی های تثبیت نایافته یعنی حمله و رفتن رخ میده، مردم هم یاد میگیرن، میگن چرا ما باید بیش از اندازه کار بکنیم؟ خب من هرچه تولیدی انجام دادم اگه مازاد تولید داشته باشم تو انبار خودم بذارم برای من نمیمونه، چون قبیله دیگری که قدرت داره میاد تمام اینها رو میگیره و میره، بنابراین نیازی است بیش از این کار بکنم، به همون اندازه ای کار میکنم که مایحتاج خودم و خانوادمه. اگه غارتگران اومدن خونه منو نگاه کردن هیچی هم تو خونه من نیست، بنابراین من اگر بیش از اندازه تولید بکنم هم عاید من نمیشه، چون قبایل متعدد به نوبت میان و همه رو میبرن. و این سبب میشه که
دیگه اون دهکده یا اون قبیله مازاد تولید هم نداشته باشه، یک سطح نازلی از تولید که فقط همون زمان مصرف میشه و تمام. بنابراین این راهزنان یاد میگیرن که ما اولا وقتی به جای حمله کردیم دیگه از اونجا بیرون نیایم، یا یک نفر از خودمون رو منصوب کنیم که اونجا بالا سر باشه، یه نیروی نظامی هم داشته باشه، یه قلعه هم بسازن برای حفاظت که این قبیله زیر نظر ماست، تحت تصرف ماست، که قبایل دیگه نتونن حمله کنن، همیشه احساس کنن که خب یه قبیله دیگه داره از اون حفاظت میکنه، بنابراین بریم به سراغ قبایلی که حفاظتی ندارن. دوم این که ما با مردم به شکل ضمنی توافق میکنیم، میگیم بخشی از تولیدات خودتون رو به ما بدید. چرا؟ چون یه انگیزهی برای مردم ایجاد میشه. چگونه؟ حالا عرض میکنم. شما فرض کنید من رئیس یه قبیله راهزنم، آمدم یه قبیله رو تصرف کرد، به اونها میگم شما 10% از درآمد خودتون رو باید به من یا به عنوان خراج یا جزیه یا مالیات هر چیز بدید، خمس 1/5 رو بدید به من. اگه اونها 100 تومن در بیارن، 10% مال من باشه، میشه 10 تومن. من اون 10 تومن رو میگیرم و قانعم، اونا هم 90 تومن براشون میمونه. اما یه نکته اینجا رخ میده و آن این که مردم وقتی ببینن بخشی از تولیداتشون براشون میمونه، انگیزه کار کردن هم پیدا میکنه و از قبل این کار کردن من راهزن تثبیت یافته هم سود میبرم. یعنی اگر من بگم 10% رو به من بدید، اون کار اگر 100 تومن در آورد، 10 تومن من میگیرم، 90 تومن او میگیره. اما انگیزه کار براش ایجاد میشه که اگر 200 تومن در آورد، من 20 تومن میبرم، او 180 تومن میگیره. یعنی من درآمدم دو برابر شد، از 10 تومن رسید به 20 تومن، او هم از 90 تومن رسید به 180. دقت کنید، یعنی یک سیاست همپوشانی مبتنی بر تجربه که هم به نفع من غارتگر تثبیت یافته است، یعنی جایی ثابت شدم به عنوان حاکم، و اون کارگر هم نفعشو میبره، یعنی انگیزه پیدا میکنه که خب من اگر 90 تومن کار کردم، ماه بعد بیشتر کار کنم، 180 تومن برای من میمونه، بنابراین صاحب ثروت هم ممکنه تا حدودی بشه. بنابراین آقای منسر اولسون به زیبایی نشون میده چگونه سیستم مربوط به غارتگران تثبیت یافته در یک بخش همپوشانی شده با مردم از نظر اقتصادی همخوانه. اگه اون مردم 300 تومن کار کنن، من 30 تومن میبرم، یعنی باز اضافه میشه بر درآمد من غارتگر، اونا هم بیشتر سود خواهند برد، 270 تومان برای اونا میمونه. خب این یه بخش از نظر اقتصادی. یک بخش هم از نظر امنیتیه، یعنی اون کارگر احساس میکنه که خب وقتی سلیمانی و جنگجویانش از من محافظت میکنن، دیگه بقیه قبایل به ما حمله نمیکنن، حداقل ما با یکی طرفیم، به شکل قرارداد ضمنی میدونیم که 10% باید به او بدیم، دیگه قبیله دیگه به ما حمله نمیکنه. اگه حمله کرد سلیمانی ازش حفاظت میکنه، سلیمانی ازش مراقبت میکنه. شما برگردید به زمان گذشته، مغولان وقتی به کشور ما حمله میکردن، خوارزمشاهیان و خلافت عباسی به خاطر ما مردم داشتن با مغولان میجنگیدن؟ نه خیر، به خاطر حفظ حکومت خودشون بود. اما از یه جنبه ای هم از مردم محافظت شد، اونا اول به دنبال تاج و تخت خودشون بودن، منبر خلافت خودشون بودن، اما یه جایی سیاست ما مردم و حکومت با هم همپوشانی داره و در نتیجه
شما نگاه میکنید میبینید که بله، غارتگران تثبیت یافته برای اینکه مستمری اونها هر ماه برسه مجبورن از اون مردم محافظت کنن. اما اون محافظت برای این نیست که مردم رو دوست دارن، نه، برای اینکه منبع قدرت و ثروت اونها همین مردمن. مثل حفاظت یک چوپان از گوسفند که در برابر گرگ محافظت میکنه، نه اینکه گوسفندش رو دوست داره، به خاطر گوسفند داره این کارو میکنه، نه، به خاطر مال خودش. رو میدونه اگه گرگ گوسفند رو بدره و ببره، او محروم میشه از ثروت. بنابراین مسئله اساسی که آقای اولسون ذکر میکنه اینه که جنبه های اقتصادی، امنیتی و روانی کمک میکنه که حالا ما برگردیم به اون مسئله که دیوید هیوم گفت، یعنی ضرورت وجود یک جبار. چون ما که نمیتونیم با این جباران مقابله بکنیم، اونا قدرت داشتن، اومدن سلسله قبلی رو نابود کردن، حالا برای مصدر قدرتن. خب ما مردم چیکار کنیم؟ نه اسلحه‌ای داریم، نه هماهنگی داریم، نه شبکه‌ای داریم، مگر اینکه یک قدرتمند دیگری با ایل و قبیلش بیاد این آقا رو بندازه، وگرنه ما مردم که نمیتونیم. خب چه بکنیم؟ در قالب همین مسئله میتونیم با حکومت‌ها از سر ضرورت وضعیت رو تحمل بکنیم. همین دلیلی که به پادشاهان احترام میذاشتن، نه به خاطر اینکه اونا رو دوست داشتن، نه، از ترس. مردم شاه اسماعیل صفوی رو دوست نداشتن از سر ترس. چرا؟ چون شمشیر شاه اسماعیل بالا سرشون، همون شاه اسماعیلی که به خاطر دیدگاه شیعی و تحمیل مذهب خودش بسیاری از مردم رو کشت. آیا او به فکر مردم بود یا به فکر ایدئولوژی دستگاه خودش بود؟ در برابر دیگران هم کشور رو حفظ کرد. ما نه به خاطر اینکه مردم در فشار نباشن، به خاطر اینکه کسی تاج و تخت او رو نگیره، چون او کرسی و تاج و تخت منبع درآمدشه. پس نکته‌ای که آقای منسر اولسون به کار میبره در اینجا اینه که اگر میبینید یک پادشاه اینجا نشسته، به فکر کشور نیست، به فکر جیب خودشه. اینجا بخش اول مقالطه اون روستایی مشخص میشه که وقتی میگه پادشاه مالکه، او از سر دلسوزی خونه رو تعمیر نمیکنه، او برای خودش، برای اینکه این خونه رو بتونه بعداً بهتر بفروشه، سرپناه خوبی براش باشه، بیشتر دوام کنه. یکی از مردم حراست میکنه به خاطر این نیست که مردم رو دوست داره، به خاطر اینکه این مردم سرمایه های او هستن، بردگانی هستن که دارن براش کار میکنن، بهش مالیات میدن، خراج میدن. ولی ما فکر میکنیم که اینها برای ما مردم این کار رو میکنه، نه. حالا نکته جالبتر این که ما وقتی به تاریخ سیاسیمون نگاه بکنیم، اکثر نظام های پادشاهی ما قبایلی هن، ایلیاتی هن، اشایری هن. مثلا صفویه میاد با طوایف مختلف قزلباش، بعدها از دل اون طوایف مختلف با هم میجنگن. افشار قدرت میگیره، زندیه قدرت میگیره، قاجاریه، همه اینا ایلیاتی هن، همه اینا مبتنی بر نظام قبایلی هن. با آمدن خلافت اسلامی هم داستان همین، امویان یک نظامی هن مبتنی بر یک بیوت خاصی از قریش، بعد از اون بنی عباس میان، اینا هم جز بیت بنی هاشم هن در درون قریش. وقتی میان خودشون رو در صدر می نشونن، کاری با مردم ندارم، اون مردم جز قبیله اونا نیستن. شما نگاه کنید وقتی عباسیان قدرت گرفتن، هشدار عظیمی از امویان کردن. تا بنابر نقل‌های تاریخی به سراغ قبور این افراد هم رفتن، قبر یزید رو شکافتن، قبر ولید رو، مروان رو، دیگران رو شکافتن، اگر چیزی پیدا کردن آتش زدن. اونی که از درون قریشن ها، یعنی یه قبیله، اما چون بیوت، بیت، بیتشون متفاوته، یکی بنی هاشمه، یکی بنی امیه،
وقتی به قدرت میرسن نسبت به همدیگه نگاهشون نگاه دشمنانه است. خب شما فرض کنید اینهایی که اینقدر با هم دشمنن، ما مردم رو ملت حساب میکنن؟ آره ما دل میسوزانن. طرف گور پسر عموهای خودش رو شکافته، جنازه مردگان 100 سال گذشته اونها رو آتش زده، بعد به فکر ما مردم ایران بوده، برای ما دل میسوزانده. شما فجایعی که در مورد خاندانهای مختلف وجود داره نگاه بکنید. اشکانیان قدرت میگیرن، همه رو نابود میکنن. ساسانیان قدرت میگیرن، تمام خانها و خوانین رو نابود میکنن، مگر همپیمانان خودش. اینه که دیگه نشانی از مثلا قبایل دیگر شما پیدا نمی کنید. اگر به مناطق دیگری رفته باشه، چون سیستم جدیدی که میاد اونا رو دشمن می دونه، کل یه قبیله رو نابود از بین می بره، چون نمی تونه اون فضا رو تحمل. پادشاهی که پسر خودش رو کور می کنه به فکر مردم کوچه خیابانه که برای اونا دل بسوزونه؟ نه، او فرزند خودش رو کور می کنه، چون نکنه اون فرزند مدعی خلافت و مدعی جانشینی من باشه. دقت کنید، پادشاهان ما ملی بودن، به فکر ملت بودن، به فکر مردم بودن. اون چیزی که براشون اهمیت داشت صندلی قدرت بوده. همین دلیلی که شما در سیستم های پادشاهی نگاه کنید چقدر فرزند کشی کردن، چقدر برادر کشی کردن، چقدر نزدیکان خودشون رو با کمی اعتراض و حتی سعایت و بدگویی کور کردن، دست بریدن، سالها در سیاه‌چال‌ها نگه داشتن. اونه که تاریخ ما همه پر از ایناست. چراییشو چطور پاسخ میدیم؟ اونه که دلسوز مردم بودن طبق ادعای شما، چطور نسبت فرزندان خودشون این کاری کردن؟ به خاطر اینکه برای اونها قدرت مهم بوده، نه مردم. اگه شاهزادی با پدر خودش خوب بود، بسیار هم عالی، عمرش کفاف میکرد، زندگیشو میکرد، تمام میشد اونجا. اگه خوب نبود چشماشو کور میکرد. شما نادرشاه افشار رو نگاه بکنید، یکی از مفاخر این سرزمینه، نسبت به فرزند خودش چکار کرد؟ بعد نادرشاهی که نسبت به فرزند خودش در مورد حکومت این سوء زن رو داشته و اون کار رو کرده، نسبت به بقیه مردم عطوفت داشت، یعنی میگفت آقایون حالا که من آمدم اگر نمیخواید من میرم. نه، به این سادگی ها نیست. اینجاست که اندیشه های منسر اولسون قدرت میگیره، اندیشه های تاماس پین قدرت میگیره. اون بخش همپوشانی داشتن به ما کمک میکنه که فریب نخوریم. هیچ کدام از این نظام ها به نفع مردم نیستن، نه نظام خلفایی اسلامی، نه نظام های پادشاهی که در این کشور بود. در اروپا هم همین بوده، فرق نمی کنه، تا اینکه به دموکراسی رسیدن. حالا ما در ادامه عرض خواهیم کرد این بحث مغالطه آمیز دوم اون روستایی و این کارشناس پادشاهی خواهیم ما که رئیس جمهور به فکر انتخاباته، به این هم خواهیم پرداخت. پس بنابراین تا اینجا روشن شد، راهزنان و غارتگران تثبیت یافته در یه جای سیاستاشون با مردم همپوشانیده و این مازاد تولید هست که بعدها سبب ساز تمدن میشه، که آقای منسر اولسون در رساله خودش به این مسئله اشاره میکنه. اما به مرور زمان اون جنبه غارت دیگه از چشم مردم کنار میره، یعنی همون چیزی که ما به ضرورت تن دادیم زمانی که مسلمانان به ایران حمله کردن. ما عمر رو مرد خدا نمی دانستیم، علی ابن ابی طالب رو امام نمی دانستیم، اینا رو به چشم مهاجمین نگاه کرد. اما به مرور زمان ایدئولوگ هایی ایجاد شدن، نظریه پردازان، متکلمان، محدثان، مفسران، و دیگه برگشتن و اون نظام غارت رو از چشم مردم مخفی کردن. گفتن اینا مردان خدا هن. اینا غارتگر نیستن، اینا رو به این چشم نگاه نکنی، اینا خیر و صلاح ما رو میخوان، اینا برای هدایت ما اومدن، اینا برای حفاظت از ما اومدن. دقیقا حالا برمیگردیم به اون مسئله که اول مطرح کردم،
مثل که کسی بگه که سلیمانی که این همه کارخونه ساخته برای شما ها ساخته، وگرنه اون که نیاز نداشت، او احتیاجی به کارخونه نداره، اما اینا رو ساخته که ما پولدار بشیم، ما یه لقمه نون خانه ببریم. در حالی که این خطاست. سلیمانی برای درآمد خودش 50 تا کارخونه ساخته، اما از قبل اینکه مجبور یک باجی هم به کارگران بده، چون کار اونها، تولیدات اونها و افزایش اون به جیب سلیمانی هم خواهد رفت، کارگران رو استخدام میکنه. پس علت اصلی کسب سود سلیمانی، نه سفره مردم. اون متعاقب اون در همپوشان است. خب آقای منصر اورسون به همین مسئله اشاره میکنه، یعنی جایی که ایدئولوگ ها شروع میکنن به ریختن طرحی که ما اساساً برای شما هستیم نه برای خودمون، ما دلسوز مردمیم. خب ایشون میگه سرکرده اوغلایی و منفعت طلب دسته ای راهزن بی ثبات، اندک اندک و گویی به واسطه آن دست نامرئی به سوی هدایت می شود که ثبات یابد. همون چیزی که من عرض کردم، شرح دادم، مثل امنیت مردم، مازاد تولید، جلوگیری از غارت‌های بی‌وقفه و اینکه یک راهزنی دستش خالی بمونه و چیزهای دیگه. آقای اورسون میگه به مرور اینا یاد میگیرن که ما باید یه جایی بمونیم، از نزدیک این مردم رو تحت نظر بگیریم، درآمدشون هم کسب کنیم. تاجی بر سر خیش بگذارد و حکومت، در واقع اون نگاه خاص خودش رو، قانون رو، حالا قانونی که خودش میگه، حکم و حکومت را جایگزین آشوب نماید. بنابراین حکومت برای اجتماعی بزرگتر از قبیله، نه از قراردادهای اجتماعی و نه از معامله های داوطلبانه، اون بحثی که ما در گذشته مطرح کردیم، حال از هر گونه که باشن، بلکه از منفعت طلبی اوغلایی آنهایی برمیخیزد که از بالاترین قابلیت برای سازمان دادن به خشونت برخوردارند. یه این حاصل قرارداد اجتماعی نیست، این حاصل اون منفعتیه که اون کارخونه دار، اون غارتگر، اون شخصی که سیاستش در حفظ وضعیت موجوده سعی میکنه اون رو برقرار بکنه. حاصل قرارداد نیست که شما اگر خواستید من میام، نخواستید من میرم. طبعا این مبدعین خشن خود را یاغی نمی نامند، نمیگن که آقا ما غارتگریم، که میگه ما مرد خداییم، ما نمیدونم نماینده ملتیم، ما مظهر تجلی ملتیم، بلکه برعکس، بر خیش و بر نوادگان خود القابی بس تمجیدآمیز می نهند، گاه حتی ادعای حکومت کردن با حق الهی هم دارند. ما نمایندگان خداییم و از آن رو که تاریخ را پیروزمندان می نویسند، یعنی ما وقتی به تاریخمون نگاه می کنیم می بینیم مردم عادی در جایی نبودن تاریخ نگاری بکنن، تاریخ نگاران درباری و دینی تاریخ نوشتن، هیچ کدام از این تاریخ نگاران اسلامی نیومدن بگن که اینا غارتگر بودن، هرچند می نوشتن که ما جنگ کردیم اینا رو گرفتیم، اما در پای جهاد که امر خدایی است، اون بردهداری رو که من عرض کردم توجیه میکردن که ما به بردگان ظلم نمی کنیم، تازه به اینها خدمت هم داریم انجام میدیم. وای به شکل وقیحانه وقتی از این دوستان مسلمان میپرسیم که آقا این زنان و کودکان مردم در خانه امامان شما چیکار میکردن؟ و امامان شما به جنگ نرفتن، این بردگان چیکار بودن در خانه شما؟ این ام ولد ها، ام ولد یعنی کسی که بچه، فرزندی که مادرش کنیزه، برده است. بسیار از امامان شما کنیز داشتن، خیلی از فرزندانشون ام ولدن. خب اینا برای چی گرفتید شما؟ شما که میگید اینا جنگ هایی است که ما تاییدش نمی کنیم، خب چطور از غنایمش بهره بردید؟ نه، اینها می آمدن در خانه امامان اخلاق یاد می گرفتن، دین یاد می گرفتن،
یعنی این گونه رفتارهای شنیع توجیه میشه. آزادی یک انسان رو بگیری علی رغم میلش از سرزمینش تبعیدش بکنی، برخلاف خواستش با او نزدیکی بکنی، زناشویی بکنی، یه فرزندی هم به دنیا بیاد، بعد بگن که نه، چون اومده بود قرآن یاد بگیره، حدیث یاد بگیره. اما مسئله اصلی توجیه جنایت، توجیه رفتارهای غیر اخلاقی است، توجیه سیستم بردهداری است. تمام بردهداران بزرگ نمیگفتن ما غیر اخلاقی کار میکنیم، توجیهش میکردن که آقا اینا آدمای بیمقداری هن، حالا من اومدم دارم اینا غذا میدم، جانشون رو حفظ کردم، تو خونه من چیزهای خوب استفاده میکنم. کدوم یک از جنایتکاران تاریخ علنا گفته من جنایت میکنم، من دزدی میکنم، بر این بردگان ظلم میکنم؟ هیچ کدوم. همشون معتقد بودن که اتفاقا کاری که ما داریم میکنیم اخلاقیه، کاری که ما داریم میکنیم انسانیه. آقای مصر آرسون میگه تازه اینا مدعی نیستن که ما غارت میکنیم، میگن ما تازه مردان خداییم. من مرد خدام، پسرم مرد خداست، نوه من مرد خداست. و چون تاریخ نگاران هم زیر دست همین ها هستن، تاریخ رو برای ما جوری می نویسن که ما باور میکنیم. چند هزار سال سیستم تبعیض‌آمیز استبدادی برای ما شده موجه. ممکنه کسی بگه اینا برای زمان خودش بوده، خب منم موافقم، اما دیگه امروز نیارید اینا رو ارزش گذاری بکنید. ارزش امروز بر دموکراسی است، بر قرارداد اجتماعی است، بر منافع ملی. منافع ملی یعنی مردم. سلیمانی قبیله خودش رو آورده، دیگه ملی نیست، نماینده قبیله خودش. وقتی ولایت شیراز رو میده مثلا به فلان شاهزاده، ولایت فلان جا رو میده به دامادش، ولایت استان دیگر رو میده به فلان، میگه مردم نیست، این قبیله خودش. میخواد یکی از همین غارتگران تثبیت یافته بره در شیراز بشین از مردم خراجش رو بگیره، ندادنم با سپاه قلع و قمشون بکنه. کجا از مردم شیراز نظر خواسته که آقا شما یکی رو بین خودتون انتخاب کنید؟ نه خیر، آقا بنده خودم یه شاهزاده دارم میفرستم اونجا، قبول کردید کردید، نکردید همه شما از دم تیر میگذرن. غارتگری تثبیت یافته منظور همیناست، جایی نیست که پادشاه به مردم بگه کجاست، شما چی میخواید. در زمان ناصرالدین شاه، حالا این نامه رو شاید در آینده آوردیم و خواندیم، مردم مازندران اعتراض کردن که آقا این آقایی که والی ما سیاد آدم منعطفی نیست، آدم با مردمی نیست. ناصرالدین شاه به صراحت گفت شما چیکارید که اصلا نظر بدید؟ بعد این آقا میشه ملی؟ نه، این آقا نماینده قبیلش ایل قاجار. مناسب بین بزرگان ایل قاجار باید تقسیم شه. خب آیا اورسون چی میگه؟ میگه تاریخ و پیروزمندان مینویسن، به همین دلیل همه اینا رو برای ما انسانهای بزرگ نشان دادن. و از آن رو که تاریخ را پیروزمندان مینویسند، سرچشمه تأسیس دودمانهای حکومتگر نیز البته نه بر اساس منفعت طلبی، بلکه بر پایه مرسوم انگیزه های دهان پرکن نوشته شده. این نگفتم که ما اومدیم به فکر منفعت خودمونیم، گفتم ما اومدیم به شما خدمت کنیم. اسلام اومده شما رو عزیز کنه، نه اومدیم شما رو غارت کنیم. یادتونه خمینی چی میگه؟ شما رو به مقام انسانیت میرسانیم. نه اومد بگه من میخوام شما رو غارت کنم، گفت من اومدم شما رو به مقام انسانیت برسونم. آقای سپه بود، آقای ارتش بود، نمیخوای آدم خودت باشی؟ منظورش که آدم من باش، وگرنه پشت بوم مدرسه علوی میبرمت، پشت بوم مدرسه رفاه میبرم، اونجا تیربارونت میکنم.
نمیاد بگه آدم من باش، میگه آدم خودت باش، روپا خودت باش، دردش بود، سبب بود. ما بعدا معلوم شد آدم خودت باش یعنی چی. ما اومدیم شما رو به مقام انسانیت برسیم. رو در خیابان ها اون سنگسار کردن ها و مردم رو بر چوبه دار کردن ها، اینا انسانیته. یک بار باید به خودمون بیایم که این افرادی که صحبت از این میکنن شما مردم، شما مردم، اما وقتی نگاه میکنیم به منافع خودشون دارن نگاه میکنن رو بشناسیم. خب اینجا اون نکته است که آقای اولسون میگه هر فردی که بر کشوری تسلطی خودکامه داشته باشد به تأمین اجتماعی کالاهای عمومی برای آن برمیخیزد، چرا که منافع کشور منفعت خود او را نیز در بر میگیرد. این مطلبی است بابت همپوشانی که من عرض کردم. هرچه حیطه و ابعاد منافع سازمانی و یا فردی در جامعه بزرگتر و در برگیرنده تر باشد، انگیزه چنین فرد یا سازمانی در اقدام عملی برای تأمین کالاهای عمومی برای این جامعه نیز بیشتر خواهد بود. یعنی سخنش اینه که هرچی مردم بیشتر تولید کنن، مستبد بیشتر سود میبره چون بیشتر از اونا دریافت میکنه، اما یه چیزی هم به اونها میده که اونا ناراضی نشن، زمین بازی رو از هم نپاشونن، به هم نریزن. خب ما به اینجا رسیدیم. بحث ریاست جمهوری مطرح شد، چون در ادامه اون بحث اون شخص روستایی ایتالیایی هم بود. در برنامه آینده سعی میکنیم به این مسئله بپردازیم که چرا ریاست جمهوری با اون ویژگی هایی که این روستایی اشاره کرده یا اون کارشناس پادشاهی خواه منطبق نیست. خب بحثمون تا اینجا به پایان رسید. ادامه و پس رو در نوبت آینده خواهیم داشت. سپاس از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز. تا فرصتی دیگر، بدرود. نمی‌تواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم.